سلام خدمت همه دوستان گلم. امروز آموزش یه فلافل خوشمزه داریم با نکات طلایی، ولی قبل از همه میخواستم اسم دوستانی که دوست داشتن در برنامه اسمشون برده بشه و براتون بگم. من اینجا نوشتم که یه موقع از قلم نندازم. دوست خوبم منیژه خانم قلمکاری از آلمان، خانومی با آیدی فامیلی فیاضی از هلند، و مریم خانم و علی آقا که من اون سری اسم یه مریم خانم و علی آقای دیگر رو آورده بودن و گفتن که ما فکر کردیم ما رو گفتی، خیلی خندیدیم، این دفعه ما رو بگو. حالا علی آقا و مریم خانم که جدید به ما گفتن. آمنه جان از آلمان، جناب آقای جمشید از پترزبورگ، خانم مهناز سعیدی از شهریار، و همچنین یه گروه تحقیقات هستن که در قطب شمال هستن. این گروه گفتن اسم ما رو بیارید. اسمشون آقای مجید، جودیت، الیزابت، بیجون، امیدوارم که اسمشون رو درست خونده باشم، موریس و مارکوس عزیز، و استاد عزیز آقای ایرج جاویدان. از همتون کمال تشکر رو دارم. عزیزان، این مواد فلافلمونه که در ادامه آموزشش رو ببینید. نخود رو از شب قبل خیس کنید و دو سه دفعه آبش رو عوض کنید که نفخش از بین بره. وقتی که قشنگ خیس خورد، بعضیا پوستش رو میگیرن ولی لازم نیست. برای هر نفر یک استکان یا یک فنجون نخود لازمه که ما خیس کنیم و آماده سازی کنیم برای فلافل. نخودها رو داخل غذاساز میریزیم و کامل میذاریم که نرم نرم بشن. توی چرخ گوشتم میتونید بریزید، سه بار باید چرخ کنید تا کاملا نرم. درب خرد کن و هر بار باز کنید، یکم جا به جا کنید اینا رو که کامل نرم نرم بشه. حالا پیاز رو اضافه میکنیم و دوباره خردکن رو روشن میکنیم. بعد از پیاز چند حبه سیر میریزیم و دوباره میذاریم کامل نرم بشه. عزیزان، من داخل دیسکریپشن مقدار برای 4 نفر رو میذارم براتون. دیگه خودتون اگر که تعدادتون کم یا بیشتره خودتون میتونید دو برابر کنید یا کمترش کنید. ببینید کاملا خمیری شد مواد ما، خمیری و نرم. الان نوبت جعفری تازمونه. یه موش جعفری تازه هم بهش اضافه میکنی به این حالت و دوباره خردکن رو روشن میکنی. ببینید به این حالت شد. حالا نوبت ادویه های ماه که سردی نخود رو از بین ببره. ادویه هایی مثل زیره سیاه که ما میسابیم و اضافه میکنیم، تخم گشنیز سایده شده که من براتون توضیح دادم که ادویه مخلوط درست کردم، توی یکی از کلیپ ها هم توضیح دادم براتون. این زیره و زردچوبه و فلفل سیاه و چیزایی که من میخوام بزنم به فلافلو کامل داره، ولی من بازم داخل دیسکریپشن براتون دونه دونه ادویه هایی که باید استفاده کنید و میزنم که خودتونم اگر که مخلوط ندارید از این ادویه ها حتما بهش بزنید که سردی و نفخ نخود رو از بین ببره. نمک و فلفل هم فراموش نشه، نمک رو که حتما بزنید یکم، و فلفل هم که کلن فلافل باید تند باشه. میتونید از فلفل پودر شده استفاده کنید یا میتونید مثل من از حریره فلفل استفاده کنید. یک کوچولو هم میتونید از آب گازدار استفاده کنید. موادمون که درست شد، ما 1 ساعت با ظرف دربسته میذاریم یخچال، و برای دورچینش من قارچ رو خیلی ترجیح میدم با فلافل استفاده بشه، چون که فلافل یکم حالت خشک داره، وقتی که ما قارچ تفت داده شده بغلش استفاده کنیم خیلی خوبه. و اینکه اینو میخواستم بگم بهتون، جعفری خرد شده و پیاز خلالی شده، اینم برای بینش ما میذاریم خیلی خوب میشه. پس شد قارچ و جعفری و پیاز. من الان پیازشو خلالی میکنم و اضافه میکنم، قارچارم که خرد کردم بقیهش مونده، اینم که خیارشورمونه
و نکته، وقتی که این استراحت کرد موادمون، اگر که دوست دارید میتونید کنجد بهش اضافه کنید. مقدار کنجدش بستگی به خودتون داره. زیاد دوست دارید میتونید تا چند تا قاشق بزنید، اگر نه که یه دونه یا اصلا نزنید. من بقیه قارچ ها رو خورد میکنم که با آب لیمو یکم داخل مایتابه تفتش بدیم، ولی پیازی که اضافه میکنم به جعفری تفت دادن نمیخواد، همینجوری خام پیاز و جعفری میریزیم. فلافل من خیلی دوست داشتم همیشه، بیرون میرفتیم میگرفتم، ولی خب یکم مثلا دوست داشتم خودم درست کنم، نمیخواستم از بیرون بگیرم. یه سری ها هم هست اینجوری سرخ شده میذارن بسته بندی میکنن، فروشگاه ها میفروشن، اونم زیاد خوشم نمیومد بگیرم. بعد خیلی درباره دستورش تحقیق کردم که وانره، چون یه لمایی داره که ممکنه مثلا وا بره فلافلمون یا خوشمزه نشه، سفت شه و اینا. خیلی تحقیق کردم و اینا. بعد دیگه چون ما بندر عباس فامیل داریم، اونا خیلی سررشته داشتن که چجوری فلافل درست میشه، از اونا من نکته هاشو گرفتم و یاد گرفتم. دیگه از اون به بعد خودم درست میکنم. اصلا تا حالا نه وا رفته نه اینکه بد شده مزهش. اتفاقا یه دفعه زن داداشم خیلی فلافلاش خوشمزه است، یه دفعه درست کرده بود خودشون دوتایی واسه داداشم خودش، بعد خیلی خوب شده بود، خوششون اومده بود. داداشم من گفت شما بیاید خونه ما امشب، فلافلش خیلی خوشمزه شده بود، برای شما هم درست کنیم. دیگه ما هم رفتیم و این طفلک هم هول شده بود، مثلا اومده بود خیلی چی میگن تجربه به کار ببره و اینا. آب پیازو گرفته بود، یعنی پیازو که رنده کرده بود تو خردکن ریخته بود و اینا، آبشو گرفته بود. این فلافل شده بود سفت سفت، خوشمزه بود ولی سفت سفت بود. بعد که تحقیق کردیم گفتیم چی کار کردی اینا، متوجه شدیم که آب پیازو گرفته بود. به خاطر همین الان من تو مراحلش براتون گذاشتم، همین نخودو داخل خردکن خرد کردم، وقتی که داره نرم میشه پیازم بهش اضافه میکنیم که این آب پیاز باعث بشه نخودمون یکم لطیف تر بشه. این برش ها رو تا میتونید نازک بزنید که توی پیاز و جعفری پخش بشه و خوشمزه بشه ساندویچ. این پیاز جعفری رو داخل هر ساندویچی بریزید خوشمزه میشه، امتحان کنید حتما. و برای خیارشور یه آقای دوست ما بودن که خودشون ساندویچی داشتن، فلافل و اینا میفروختن، بعد گفتن که این خیارشور رو برای ساندویچ ها اینجوری خرد نکنید. مثلا من همیشه اینجوری خرد میکردم، اینجوری خب. بعد گفتش که اینجوری خرد نکنید، سخته برای ساندویچ، یه موقع میاد اینجوری بیرون ازش و اینا. گفت ما این مدلی برش میزنیم خیارشورو، حالت اوریب. خیلی جالب بود برای من، چون که خیلی قشنگتر میشه توی ساندویچ. بعد خدمتتون عرض کنم که من آموزش خیارشورم دارم، براتون این بالا میذارم، اگر دوست داشتید برید ببینید. این اونا رو ما امروز از رفاه خریدیم، چون قیمت ها رو دوست داشتید بگم. جفتی 7.5 شد، ولی خب نوناش خیلی تازه و کنجدی و اینا هست. وقتی که ما روغن رو میذاریم داغ بشه، توی یه ظرفی روغن رو بریزید که وقتی فلافل ها رو ما میندازیم داخلش، توی روغن شناور بشه. من ظرف کوچیک گذاشتم که اینا شناور بشه و قشنگ درست بشه. حالا برای فلافل زن داریم که ببینید اینو قشنگ فشار بدید اول که حفره نمونه، بعد دورش رو تمیز کنید. من یه ذره کوچولو بیشتر میریزم که یه حالت پفدار وسطش وایسته صاف و تمیز توی روغن داغ. یه نکته دیگه برای فلافل این که روغن رو وقتی که داغ شد زیرش رو متوسط کنید و فلافل رو بندازید داخلش. دیگه شعله رو کم و زیاد نکنید، همون شعله متوسط بذارید بمونه که خرد نشه. اگر فلافل ساز ندارید، میتونید که با همین اسکوپای بستنی یه گردالی بردارید، توی دستتون گرد کنید، یکم روشو فشار بدید، توپلو قشنگ میشه اونجوری. مطمئن از داغ شدن روغن بشید، خودش از این میاد. یک قاشق روغن ریختم ته اینو، قارچامونو الان تفت میدیم، یکم هم آب لیمو برای اینکه سیاه نشه.
فلافل ما درست شد، دورشیناش هم آماده کردیم. خانواده به من گفتن واسمون درست کن، آماده بیار. حالا من باید براشون درست کنم. سسش هم یه توضیح بدم. سس مایونز، سرکه انگور و فلفل سیاه. اگر نمک خواستید که بزنید. فلفل سیاه هم اضافه میکنیم. این میشه سسش. بزنید ته نون و بقیه رو دیگه بچینید داخلش. جای شما خالی. اولین ساندویچمون آماده شد. اولش هم تقدیم میکنم به همسرم. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. اگر دوست دارید منو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید برای اطلاع از آموزش‌های بعدی. ازتون خداحافظی میکنم تا کلیپ بعدی. خدا نگهدار.